بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عرض السلام وأدب واحترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان و دوستداران برنامه امامان وهابی شیعه. الله رو به نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما گشت تا با این برنامه و موضوعی جدید در خدمت شما خوبان و سروران باشیم در معیت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان. در آغاز بنده به نمایندگی شما عزیزان و از طرف خودم خدمت حضرت مولانا عرض سلام دارم و ادب و احترام و حضورشون رو در استودیو خوش آمد میگم. خوش آمدید جناب مولانا. بنده خدمت جناب عالی و تمام بینندگان عزیز و عزیزمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی هستم با باب دیگر از ابواب کتاب التوحید. خدمت از ماست حضرت مولانا. عزیزانی که با ما همراه بودن در برنامه های گذشته امامان وهابی شیعه مستحضر هستند که این برنامه در اولین قسمتش حدود 7 ماه گذشته، بیشتر از 7 ماه گذشته، نامه ای رو ارسال کرد برای مراجع مطرح معاصر شیعه من جمله حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طبسی. و از این مراجع مطرح و به نام درخواست شد تا درباره آنچه که وهابیت نامیده اند و کتابها تعریف کردند و پیروان و شیعیان خودشون رو از این به اصطلاح خودشون فتنه بزرگ برحذر داشته اند و ترسانده اند تا در این باره به ما پاسخ بدن درباره سوالهایی که مطرح شده بود و تفاوت دیدگاه عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو با امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام به میزان نقد علمی بگذارند و به صورت خاص‌تر در کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب که مهمترین تألیف اعتقادی ایشون هست سه عنوان باب رو برای ما بیان بکنند که این سه عنوان به عنوان نمونه با عقیده امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام تفاوت داره و دلیل تفاوت رو از روایت‌های صحیح، صریح و بی‌معارض امامان اهل بیت علیهم السلام برای ما ذکر بکنند تا جای هیچ گونه شبهه و به هر حال تردیدی برای مخاطبین ما و پیروان این مراجع مطرح باقی نماند. اما بعد از گذشت حدود 7 ماه و داریم نزدیک میشیم به ماه 8، هنوز هم هیچ پاسخی دریافت نشده و ما منتظر پاسخ خود هستیم. البته در آخرین برنامه که در خدمت شما عزیزان بودیم ما از مؤلفین تفسیر نمونه که به نام حضرت آیت الله مکارم شیرازی چاپ شده و خودشون هم خود مؤلفین این کتاب و ناشرین این کتاب در صفحه اول شناسنامه کتاب ذکر کردن که این کتاب به همت جمعی از محققین زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی نگاشته شده است و به هر حال کتاب مال مجموعه است و به نام آیت الله مکارم شیرازی است. ما از اونجایی که این کتاب به هر حال به نام آیت الله مکارم شیرازی است و هنوز پاسخ ما رو ندادن به خاطر اینکه این کتاب زیر سوال نره، به مؤلفین این کتاب هم یک نفر رو جناب حجت الاسلام قرائتی رو ما خطاب قرار دادیم تا بیان و دفاع بکنن از وزن علمی کتابشون با پاسخی که به درخواست ما خواهند داد درباره تفاوت دیدگاه اعتقادی شیخ محمد ابن عبدالوهاب اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام. و با گذشت 2 هفته، ما چون هفته گذشته در خدمت شما عزیزان نبودیم، 2 هفته از گذشته از این درخواست ما، ولی هنوز پاسخی دریافت نکردیم و باز هم منتظر هستیم تا ببینیم که از مؤلفین تفسیر نمونه آیا کسی برای دفاع از وزن کتاب تفسیر نمونه حاضر خواهد شد تا دست به قلم ببره و بیاد و به نامه ما پاسخ بده یا نه. هرچند که خود تفسیر نمونه هم انشاءالله باز در آینده ما در این باب صحبت‌هایی با امید الله متعال خواهیم داشت و این کتاب و وزن علمی این کتاب و مصادر این کتاب و آنچه که در این کتاب هست اون رو هم به نقد میزان نقد علمی خواهیم گذاشت اگر عمری باقی بود. ما همچنان منتظر پاسخ نامه خود از طرف مراجع عظام و مطرح شیعه هستیم و همچنین مؤلفین کتاب تفسیر نمونه. در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود و باب جدیدی از بررسی کتاب
التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب. به هر آنچه که ما در نامه خواستیم خودمون در این برنامه هر برنامه یک بابی رو مطرح میکنیم از کتاب و به خوانش میگیریم و حضرت مولانا نمونه آنچه که در این باب مطرح شده رو عینش رو از کتاب‌های به حال مراجع حدیثی شیعه هم ذکر میکنن و از اقوال ائمه اهل بیت علیهم السلام تا ثابت بشه که آنچه به نام وهابیت در سالهای گذشته به خورد مردم داده شده دروغی بیش نیست و برای فریب و ایجاد تفرقه و اختلاف بین امت اسلامی است و عقیده شیخ محمد بن عبدالوهاب همان عقیده امامان اهل بیت و امامان بزرگوار اهل سنت علیهم السلام است. جناب مولانا در خدمت شما هستیم با باب جدید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در ادامه مباحث بعد از این که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه اهمیت توحید را و اهمیت این را که انسان مسلمان شرک را بشناسد تا اینکه از شرک پرهیز بکند بابی را عنوان کرده تحت این مسما که باب الدعاء الى شهادت ان لا اله الا الله که دعوت کردن و فراخوان به سوی شهادت و گواهی ان لا اله الا الله، یعنی ندای توحید. باب چهارم این کتاب هست و این مطلب را میخواهد بیان بکند که اساسی ترین، قبلا هم این رو بیان کرده بود که پیام مشترک تمام انبیاء الهی لا اله الا الله بوده و اساس دعوت دین مبین اسلام و اصلی ترین رکن و پایه دین اسلام همین لا اله الا الله است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام علی خمس. اولیش فرمودند شهادت لا اله الا الله. مهمترین چیزی که در دین مبین اسلام وجود دارد بحث توحید و یکتاپرستی الله متعال هست و حق الله متعال هست که همان توحید هست که این تبلور حاصل می کند و در کلمه لا اله الا الله. یعنی این که بقیه مواردی که جزء اصول دین هستند یا جزء اصول ایمانی هستند یا جزء احکام شرعی هستند آنها همشون در مرحله بعدی هست. هیچ حکمی از احکام اسلامی و هیچ اصلی از اصول اعتقادی و اصول عملی اسلام در حد توحید نیست، اما از نماز و روزه و زکات و حج یا بقیه احکام شرعی یا اصول ایمان که ایمان به فرشتگان، ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به انبیا هست، ایمان به روز قیامت و ایمان به تقدیر هست، تمام اینها مرحله بعدی هست. اولین مورد ایمان به الله و حق الله هست که همون لا اله الا الله هست، اصل اساس هست. پس بنابراین وقتی که انسان مسلمان این اصول را بر این پایه‌ای که وجود دارند و به این ترتیبی که هستند، باید فرد داعی و یک فرد مسلمان اهمیتی را که به دین قائل هست باید بر این ترتیب باشد. یعنی اگر دعوت میده باید از اینجا شروع کنه. و اگر دعوت هم میدهد باید الاهم و فالاهم هست. این یعنی اول توحید و بعد از آن هر حکمی که در درجه بعدی قرار دارد. اولویت بندی میکنه. و این موارد رو در این روایاتی که در این باب آورده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم این روش دعوت رو و طبقه بندی اصول و احکام شرعی رو برای داعیان کاملا مشخص فرموده. و از اینجا هست که اولین کاری که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و همچنین تمام داعیان برتر جهان اسلام در طول تاریخ اسلام این کار رو انجام دادن، اول دعوت به توحید و یکتاپرستی بوده و برحذر داشتن و هشدار دادن مردم از شرک و بدعات بوده. وقتی دعوت شروع میشه اصل و اساس اعتقاد و باور بعد اصلاح میشه، طبیعتاً تو بقیه این ساختمان بر مبنای این شالوده و اساس پیریزی میشه. این دعوت به توحید و دعوت به اسلام دعوت و راهی هست که انبیا اینو رفتن و هر کسی که پیرو خط انبیا هست باید همین منهج و همین راه و روش رو باید ادامه بدهند. اولویت بندی که در دعوت می کند باید بر اساس اولویت بندی هایی باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعوت خودشون داشتند. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ابتدا آیه 108 سوره یوسف را به عنوان آیه، تنها آیه این باب ذکر کردند. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا ومن اتبعنی.
که این در واقع یک اصل مهم هست در راه دعوت، که الله متعال می‌فرماید قل هذه سبیلی، ای محمد اعلام بکن که راه من این هست. این آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله متعال آورده، اونا رو مطرح کرده، ابلاغ کرده، و این دعوت به لا اله الا الله، قل هذه سبیلی، این راه من هست، روش و منهج من هست. ادعو الی الله علی بصیرت، من فرا میخوانم، دعوت میکنم به سوی الله متعال، علی بصیرت، با بصیرت و بینش صحیح و درست. بصیرتی که در اینجا مطرح میشه یعنی علم همراه با اخلاص باشه. علم همراه با اخلاص. و علم دو جنبه دارد، یکی علم هست به احکام شرعی، انسان باید علم به احکام شرعی داشته باشه، علم داشته باشه به آن چیزی که مردم را به طرف آن دعوت می‌دهد. حق الله متعال هست، اولویت هایی که در باب دعوت هستند، در شریعت اسلامی هستند، که از همه مهمتر چی هست که مردم را به آن دعوت بدهند، هم علم باشد به امور شرعی، به آنچه مردم را به آن دعوت می‌دهند، و هم علم و آگاهی باشد به حال کسانی که مدعو هستند، اون کسانی را که دعوت می‌دهند. مخاطب شناسی، مخاطب را باید بشناسد که از چه طیفی هستند و از چه راهی با چه ابزاری و با چه اسلوبی اونها را دعوت بدهند. ادعو الی الله علی بصیرت، من همراه با بصیرت، یعنی همراه با علم و آگاهی، و طبعا همراه با اخلاص مردم را دعوت میدهم به طرف الله. انا و من اتبعنی، این روش من هست و کسانی که پیرو من هستند، یعنی تمام خلفایی که هستند، علمایی که هستند بعد از من این راه دعوت رو در پیش میگیرند، باید اساس کارشون بر دعوت بر اساس حکمت و بصیرت باشد، یعنی خودشون عالم باشند، آگاه به حق الله، آگاه به حق به حال مردم و مدعوین، و همراه با اخلاص این کار رو انجام بدهد. در ادامه آیه الله متعال می فرماید و سبحان الله و ما انا من المشرکین، الله متعال پاک هست و من از مشرکان نیستم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوان بگن که من به هیچ عنوان از به الله متعال من پناه میبرم از این که دعوتی داده باشم بدون بصیرت، بدون علم و بدون آگاهی. پس بنابراین تمامی دعوتگران باید اساس دعوتشون طبقه بندی بشه بر اساس اولویت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر اساس بصیرت، یعنی همراه با علم و آگاهی از احکام شرعی، آنچه مردم را به آن دعوت میدهند، و همچنین از حالت و وضعیت مردم و مدعوین باید اطلاع داشته باشند. پس اینجا جوری برداشت میکنیم از این آیه شریفه و به حال عنوان بابی که انتخاب شده، که یعنی هر جایی که یک حرکت دعوی به سمت به نام دین و در لباس دین انجام میشه در دین مبین اسلام، لازمش اینه که حتما علاوه بر این که باید بر مبنای حکمت و بصیرت و درایت باشه، در اولویت بندی اول باید نگاه بکنیم مسائل عقیدتی رو، ما باید اینها رو در اولویت خودمون قرار بدیم و از اینجا شروع بکنیم برای اصلاح جامعه. بله قطعا، یعنی مهمترین اصلی رو که در دین مبین اسلام وجود داره، الله متعال بیشتر از حکم هر حکم دیگری این رو در قرآن ذکر کرده، اولویت داده در قرآن، و تمام انبیاء الهی رو مأموریت داده که برای این جمله، یعنی دعوت بدند که و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انه لا اله الا انا، غیر از من معبود دیگری نیست، اساس دعوت تمامی انبیاء الهی بوده. هم بر اساس علم و آگاهی باشه به آنچه مردم رو دعوت میدهند، اطلاع داشته باشند و اولویت بندی بکنند، از امور جزئی شروع نکنند بلکه از امور کلی و مهمات دین شروع بکنند، و همراه با بصیرت باشه، زیرا که هر گونه خللی در هر دو جنبه که به وجود بیاد، این در واقع باعث می شود که مردم از دین زده بشوند و دعوت اسلام موفق نشوند و به انحراف کشیده می شود. این دو جنبه منظور چیست؟ بله، اول این که انسان داعی باید عالم باشد به دین اسلام، و اگر که عالم به دین اسلام نباشه، قطعا دعوت به ضلالت داده، دعوت به گمراهی داده، دعوت همراه با خود رأیی و تفسیر به رأی داده، که این خودش یک نوع انحراف هست. و اگر بر اساس بصیرت نباشد، یعنی حال مدعوین را مراعات نکند، روش دعوت را نداند، چه بسا که بخواهد که مردم را دعوت بدهد اما نتیجه عکسی در واقع داشته باشد. و خود این دعوت هم در مراحلی داره، اسالیبی داره،
دعوت دادن یک فردی که به طور مثال رئیس قبیله هست و وجاهتی داره، این با یک اسلوب دیگر هست. دعوت دادن یک فرد عامی یک اسلوب دیگری رو داره. دعوت دادن یک کسی که عالم هست و مرجع هست در اون انحرافی که به وجود آمده، اون یک اسلوب دیگری داره. و هر کسی رو انسان باید این اسالیب رو باید مراعات بکنه که خدای نکرده به جای این که مردم رو به دین اسلام جذب کنه، مبادا که سبب شده باشه که مردم رو به صورت کلی از دین متنفر کرده باشه. متاسفانه جناب منون، موضوعی که شما اشاره فرمودید، خیلی ها این رو خیلی سبک حساب میکنن، یعنی سطحی میگن، در حالی که ما میبینیم چقدر در قرآن و آیات و روایات بهش تاکید شده و علاوه بر اینکه کتاب ها اصلا تعریف شده درباره اسالیب دعوت، اصول دعوت و نحوه طریقه دعوت دادن. و حتی شاید در دانشکده ها میبینیم که دانشگاه های اسلامی، دانشکده هایی به اسم مثلا اصلا دانشکده دعوت و اصول دین ما میبینیم داریم در اکثر دانشگاه های اسلامی معتبرمون الان، که یعنی چندین سال روی این صحبت میشه. یعنی انقدرم اینطور بدون ضابطه و قاعده نیست که هر کسی که هر جوری که دلش خواست با هر تعبیر و هر زبان و هر شکلی بگه من دعوت میکنم و وارد میدان بشه. قطعا یکی از بزرگترین یعنی معضلاتی که امروزه در مسیر دعوت هست، یک نوع اشکالی هست که در این دوتا اصل در واقع وجود داره. بله. افرادی هستند که فهم کاملی ندارند، درک درستی از احکام شرعی ندارند، اولویت بندی ندارند در دعوت خودشون، دچار افراط و تفریط شدند، متاسفانه در جامعه دچار تکفیر شدند، دچار تبدیع شدند، یا برخی دیگر به اندازه رسیدند که در حد در واقع انحرافایی که به وجود آمده که یعنی اصل اسلام را زیر سوال میبره. گروه ها و افرادی که بدون علم و بدون آشنایی مردم را دعوت میدن، متاسفانه به جای اینکه به اصل توحید دعوت بدهن، مردم را به سوی خرافات و بدعات و حامی در واقع بدعات هستند و تا اینکه حامی دین باشند. و این برمیگرده به همین اشکالی که وجود داره در اصل و اساسی که یک فرد داعی باید به آن ملتزم باشه، هم آگاه باشه از آنچه مردم را به آن دعوت می‌دهد و هم آگاه باشد به حال افرادی که آنها را به سوی دین دعوت می‌دهد. در صورت این یک اصل و اساسی هست که تمام داعیان و تمام علما و تمام مراجع دینی باید این اصل را مراعات بکنند و هر گونه خللی در این اصل منجر به خلل در دعوت می‌شود و سبب می‌شود که مردم از دین در واقع متنفر بشوند. ما عملا در دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم این مورد را داریم. اولین چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت فرمودن همین لا اله الا الله بود که فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. و که مشرکین هم روی این حساسیت نشان دادن، اجعل الالهة الها واحدا، زیرا که اساس دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر همین لا اله الا الله بود که غیر از الله معبود دیگر نیست. الان معبود الله یعنی چی؟ لا اله الا الله معنیش چی هست؟ این یک باب دیگر هست که دوباره شیخ محمد ابن عبدالوهاب برای تبیین معنی و مفهوم اصل دعوت، یعنی اصل جمله لا اله الا الله، یک باب دیگری رو منعقد کرده که انشاءالله در هفته آینده اگر الله متعال توفیق داد اونو خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی رو که از میان صحابه به عنوان دعوتگران مشخص فرمودند، به اونها وظیفه و مسئولیت ابلاغ دین رو دادند. در توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم این نقطه بسیار بارز و تیتر هست که اولین موردی که شما دعوت می دهید باید چی باشد. این در واقع چراغ راهی باید باشد برای تمام دعوتگران و ابتداش خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که عامل بر این اصل و منهج بودند و در درجه بعدی اصحاب رسول الله بودند که مستقیما از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم مأموریت داشتند. و در این باب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دو نفر را از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم مأموریت داشتند، اینها را مطرح کرده. سیدنا معاذ رضی الله تعالی عنه است و سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم. روایت اول که در اینجا آورده و هر دو تا روایتی که در اینجا هست صحیح هستند و در صحیحین هستند.
این هم صحیح هستند و هم متفقون علیه هستند، در صحیح بخاری و در صحیح مسلم هر دوتا آمدند، یعنی اینکه در بالاترین درجه صحت هستند. و عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم لما بعث معاذا الى اليمن، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ را فرستادن به سوی یمن، یعنی یکی از فرستاده های رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف قبایل عرب حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه بودند، که ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال دهم هجری بودند، یعنی در ماه ربیع الاول حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه را و همراه با ابو موسی اشعری اینها را فرستادن به سرزمین یمن، که معاذ را ابو موسی را هم در همون سفر فرستادن به عدن، به سرزمین یمن فرستاده بودن. و این سال دهم بعثت رسول بعد از هجرت بود، سال دهم هجری بود، لحظات ماهای آخر حیات رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این ایام افرادی رو، یعنی هم قبائل رو استقبال میکردن، این نمایندگان قبائل می اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، و هم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم داعیانی را و نمایندگانی را از طرف خود به قبائل و مناطق دیگر می فرستادند. یکی از این افراد حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه هست. وقتی که ایشون رو فرستادن به یمن، این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان به عنوان یک دعوتگر بسیار مهم است. قال له رسول الله صلی الله علیه و سلم به معاذ فرمودند که انك تاتي قوما من اهل الكتاب، تو نزد یک ملتی و یک قوم و گروهی میروی که اونها اهل کتاب هستند. یعنی نقطه بسیار جالبی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرحله اول میگه کسانی که قرار است تو برای دعوت اونها بروی و پیش اونها میروی به عنوان نماینده من، آنها افراد بی سوادی نیستند، اهل کتاب هستند. و اهل کتاب خب مطالبی رو دارند از ادیان گذشته، از کتابهای آسمانی، و دعوت اهل کتاب با دعوت غیر اهل کتاب کاملا متفاوت هست. یعنی باید در این زمینه، این دلالت میکند بر این که دعوتگر باید حال مدعو را، یعنی بداند، مخاطب شناس باشه تا اینکه بداند از چه راهی در واقع وارد بشوند و دعوت بدهند. انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، پس بنابراین اولین موردی که آنها را دعوت میدهی باید شهادت لا اله الا الله باشد. این اصل و اساس، اصل و اساس است. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم عملا این رو بر این منهج بودند، حضرت معاذ رو هم دستور دادند و دیگر اصحابش رو هم دستور دادند، و امروزه هم همان چیزی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اولویت داشته، امروزه هم اولویت دارد. اولویت ها فرق نمی کند، یعنی به هیچ عنوان و در هیچ زمانی بحث امامت و جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم جز اولویت ها نبوده. اولویت اول شهادتین هست و بعد مواردی که در این روایت ذکر شده، یعنی برمیگرده به احکام اصلی و ارکان اصلی دین مبین اسلام که نماز و روزه و زکات و بقیه مسائل هستن. اینا ارکان اصلی دعوت هستن که یک دعوتگر بعد این رو، این حدیث رو، حدیث معاذ رضی الله عنه رو الگوی خودش قرار بده و نسب این بکنه تا ببینه که چطور باید پیش بره. قطعا. شهادت لا اله الا الله مورد اول شهادت لا اله الا الله هست و فی روایت الى ان یوحد الله، در روایت دیگر در این حدیث اومده که به جای شهادت لا اله الا الله ان یوحد الله، که معنیش دقیقا همون یکی هست. یوحد الله یعنی پذیرفتن لا اله الا الله. فان هم اطاعوك لذلك، اگر آنها قبول کردند، پذیرش داشتند این اصل پایه اصلی دین اسلام را، لا اله الا الله را، از توحید را قبول کردند، بعد از این درجه بعدی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون معرفی میکنند. فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، به آنها اعلام بکن، به آنها خبر بده که الله متعال بر آنها فرض گردانیده در هر شبانه روز 5 وقت نماز را. بعد از اینکه مسئله توحید تام شد، آنها میاد سراغ بحث نماز. همان گونه که توحید در باب یعنی حق الله متعال و یکتاپرستی اولین اصل اعتقادی اسلام هست، اولین اصل عملی اسلام نماز هست. اولین اصل اعتقادی توحید هست و اولین اصل و مهمترین اصل عملی
و عبادی نماز هست. ایمان و عمل. ایمان و عمل هست. بله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، به آنها خبر بده که ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة، پنج وقت نماز در هر شبان روز. فإنهم أطاعوك لذلك، اگر آنها پذیرفتند این مورد بعدی رو، فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. این درجه اول بود و در درجه بعدی اگر نماز رو قبول کردند، مورد بعدی که اونها رو دعوت میدهی این است که به آنها خبر بده فعلمهم ان الله افترض علیهم، الله متعال بر آنها فرض قرار داده، صدقتن صدقه ای را یعنی زکاتی را که تو اخذ من اغنیائهم گرفته میشود از اغنیا و ثروتمندان، فترد على فقرائهم و برگردانده میشود به خود فقرایشون. یعنی این زکاتی گرفتی می شود حق رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. اساسا زکات بر رسول الله حرام بوده، نمی تونستن از اون استفاده بکنن. بلکه این حق زکات که گرفتی می شود از اغنیا باید برگردانده بشود به فقرای خود آن در واقع قوم. یعنی این که در اینجا می بینیم که هیچ بحثی از روی خمس نیست. یعنی حق مالی که در اسلام وجود داره 2.5% هست، یا به تعبیر همان 41 هست، آنم با شرایط مخصوصی که همراه با در واقع اون شرایط باشد که باید به یک نصاب و یک سقف مشخصی باید برسد که معیارش 85 گرم طلای هست که طلای 24 عیار باشه، به اگر مال کسی به این سقف برسد، و نه اینکه به محض اینکه مالی رو به دستش اومد باید خمسش رو در بیاره یا زکاتش رو بدهد، نه، اگر این مال به دستش رسید و در دستش ماند و اونو ذخیره کرد، پس انداز کرد و یک سال بر آن گذشت، زکات دارد، وگرنه زکات ندارد. یعنی فرض کنیم یک فردی، فرض کنیم که 85 گرم طلا که هیچی، شاید مثلا 1000 گرم طلا، معادل 1000 گرم طلا ماهانه فرض کنیم که درآمد داشته باشه، اما خرجش هم به همین اندازه هست، ماهانه همه این رو خرجش میکند یا در طول سال این خرج میشود و چیزی به عنوان پسنداز براش باقی نمیماند، چون کسی زکاتی هم نداره. یعنی حقوقی رو که انسان میگیرد و در طول ماه یا در طول سال مصرف میکند و هزینه نمیشود و پسنداز نمیشود، زکاتی بر آن نیست، و اگر زکاتی هم که باشد 2.5%. از این احکام اساسی اسلام هست، اول توحید و بعد از آن حق الله متعال، حق نماز هست و حق مالی که وجود داره بحث زکات هست. زکات از ثروتمندان گرفته میشود، یعنی بر فقرا چیزی نیست، و ثروتمند به کسی گفته میشود که صاحب نصاب باشه، صاحب نصاب یعنی یک سقف مشخصی از مال باشه، اگر کمتر از اون باشه اساسا اسمش غنی نیست، و وقتی که غنی نباشد مالش هیچ حکم شرعی بر آن نیست، نه به عنوان زکات از اون گرفته می شود، نه به عنوان خمس گرفته می شود، و نه سهم امام، و نه هیچ چیز دیگه. این هم به فقیر داده میشه، و این هم به فقیر داده میشه، فطرت دعا لا فقراهم. زکات حق مراجع و علما نیست، بلکه یک در واقع مصادیق خاصی رو داره و مصارف خاصی رو داره که معروف ترینشون فقرا هستن. فترد دعا لا فقراهم فانهم اطاعوك لذلك، اگر اومدند قبول کردند، بازم یعنی باید قبول بکنند، وقتی که اصل توحید رو قبول کردند احکام فرعی طبعا حکمش بر آن مترتب میشه و باید قبول بکنند. فانهم اطاعوك، کلمه طیبه شهادتین و بعدش نماز و بعدش زکات، این سه تا مورد هست طبق اولویت. و این بحثی که در اینجا هست، یکی از استدلال هایی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه فرمودند این است که بحث تدرج در دعوت هست، یعنی مراحل دعوت. مراحل دعوت نمیشه که کل احکام شرعی را یک جا برای کسی فرض بکنیم که یلا تمام اینها رو باید در همین لحظه فرا بگیری، نه، یک به یک، یک مسئله بعد از یک مسئله دیگر، اهم فل اهم، اول اصل توحید، بعدش نماز، بعدش زکات، و بعدش مسائل دیگری که وجود دارن. یعنی هر مسئله ای که اهمیتی بیشتری رو داره، اولویتی دیگری بیشتری رو داره، اینو در مرحله اول با بهترین اسلوب باید مطرح بکنند و بعدش مسائل بعدی رو. یعنی تدرج در دعوت و تدرج در تعلیم و آموزش. دقیقا مثل ساختمانی که ساخته میشه، ساختمان ایمان یک شخص میخوایم بسازیم، از پایین کم کم شروع میکنن دیگه، همه یک دفعه ای که نمیشه، هم انسان از یک طرف دیوار درست بکنه، از یک طرف ستون بزنه و همون همزمان رنگش بکنه و همون همزمان گچ بکنه، هر کدوم اولویت مندی میشه، هرچی کلیات تمام شد باز جزئیات بعدن بهش اضافه میشه. بله. و یکی از خوبی های دین اسلام که وجود داره خصوصا در باب
زکات این است که یعنی دینی هست که بر اساس اعتدال هست، عدالت محور هست، دین مبین اسلام بگونه هست که نه غنی ضرر بکنه و نه حق فقیر در این وسط از بین برود. فإن هم اطاعوا لذلك، وقتی که پذیرفتند بحث زکات را، فإیاک و کرائم اموالهم، باید پرهیز بکنی از این که اموال بهتر اونها را به عنوان زکات بگیری. این گونه نیست وقتی میروی توی یک گله گوسفندی رو اگر میخوای که زکاتش رو بیرون بکنی، نگاه میکنی که چاق‌ترین گوسفند و بهترین گوسفند رو بیرون بکنی. بهترین ها رو بیرون نکن، بلکه وسط باشه. فإیاک و کرائم اموالهم، بهترین اموالشون رو به عنوان زکات برای خودت نگیر، بلکه همون متوسط هم کفایت میکنن. واتقی دعوت المظلوم، و یکی از توصیه های رسول الله صلی الله علیه وسلم برای معاذ این بوده که واتقی دعوت المظلوم، از دعوت و دعای بد مظلوم پرهیز بکن، مواظب باش که در این مسیر کسی مورد ظلم و تعدی تو قرار نگیرد که منجر بشود که علیه تو دعا بکند. و اتق دعوت المظلوم، از دعوت مظلوم بپرهیز. فانه لیس بینها و بین الله حجاب، که در میان دعوت مظلوم و در میان پذیرش و اجابت الهی هیچ گونه حجاب و پرده وجود نداره. به محض این که دعا بکند، الله متعال دعایش را قبول خواهد کرد، چه فورا قبول میکند بلا فاصله، یا اینکه با فرصت اون قبول میکند، اما به هیچ عنوان الله مطال از حق مظلوم در واقع نمیگذرد. اخرجاه، این روایت رو هر دو نفر آوردند، یعنی هم امام بخاری اینو نقل کرده و هم امام مسلم نقل کرده. این روایت جز اساسی ترین روایاتی هست در باب دعوت و در باب اولویت بندی ها در باب دعوت، و روایت هم صحیح هست، در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. پس بنابراین اساس دعوت اون گونه که در این روایت اومده، اول دعوت به توحید هست، یکتا پرستی که اساسی ترین حق الله متعال هست، و بعد از آن نوبت دعوت به احکام شرعی میرسد، و در میان احکام شرعی مهمترینش نماز هست، و بعد از نماز هم زکات. خیلی ممنونم حضرت مولانا، روایت بسیار جامع و زیبایی بود که بمراه شما بینندگان عزیز شنیدیم، و شرح زیبای حضرت مولانا رو هم داشتیم که در این روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت قلبی و عبادت جوارح و عبادت مالی رو به صورت مختصر در سه بعد مهم عبادات برای ما مهمترین ها و اولویت ها رو ذکر فرمودن. و اگر اجازه بدید حضرت مولانا، بمراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میگیریم، برمیگردیم انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع. همراه ما باشید. چرا مراجع شیعه پاسخ نمیدهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیره هم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را روسیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشته اند و مردم را از عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آن که حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمى جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دامت الله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمى ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل سه عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان دوازدهگانه شیعه دارد، انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارضه امامان شیعه اثبات نمایید.
و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل سه باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی‌بینید، احتراماً نظر خیش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاسگزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با، امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان سروران، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی باب چهارم کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب درباره توحید که اساس دین است و صحبت های حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان رو در ادامه بررسی این باب خواهیم شنید. بعد انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تماس های تلفنی شما و موضوع مرتبط با برنامه. جناب مولانا، روایت بعدی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه ذکر کردن با عنوان تبیین این مسئله که دعوت به توحید مهمترین اصل دین مبین اسلام هست، روایتی هست در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که سهل ابن سعد روایت کرده. عرض کردم قبلا که این روایت هم روایت متفق علیه هست، در صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده. سهل ابن سعد میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یوم خیبر، رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز خیبر فرمودند لا اعطین الرایه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها. این روایت هم روایت بسیار معروفی هست و یکی از مواردی هست که روایاتی هست که شیعه هم بسیار اینو پسندیدن و از این استدلال میکنن برای امامت و جانشینی حضرت علی رضی الله تعالی عنه. این روایت یکی از فضایل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه از میان تمام انبوه روایاتی که در مورد دعوت و اصول دعوت هستند، این روایت را در کنار روایت حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه انتخاب فرمودند که این جریان در جنگ خیبر اتفاق افتاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم این جمله را فرمودند و در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره که این یک مدال افتخاری هست برای سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و یکی از فضایل ایشان هست. فرمودند که لاعطین رایت غدا رجلا یحب الله و رسوله،
فرمودند که من فردا پرچم را دست کسی میدهم که ویژگی های آن فرد این است که الله و رسولش را دوست دارد. یعنی گواهی هست بر ایمان این شخص که هم الله را دوست دارد و هم رسولش را دوست دارد. نه تنها این که این صحابی من و این فرد مورد نظر من الله و رسول را دوست دارند، و یحبه الله و رسوله، الله و رسول هم او را دوست دارند. خیلی مهمه، این خیلی مهم است که هم اون دوستدار الله و رسول هست و هم الله و رسول دوستدار او هست. فضیلتی از این بالاتر این درجه دومیش خیلی مهمتر از اولیه. بله قطعا این خیلی ما میگیم الله و رسول رو دوست داریم، اما مهم اینه که الله و رسول هم ما رو دوست داشته باشن. و محبتی که الله و رسول دارند با انسان ها بر اساس اعمالی هست که انسان در واقع انجام میدهد. اعمال که الله متعال آنها را میپسندد، اگر ما انجام بدهیم به تبع آنها الله متعال ما رو هم در واقع دوست میدارد. به طور مثال الله متعال محسن هست، محسنین را دوست دارد. الله متعال تواب هست، توبه کنندگان را دوست دارد. ان الله جمیل یحب الجمال، الله متعال زیبا هست، زیبایان را دوست دارد. کسانی را که اعمالشون، گفتارشون، حتی ظاهر خودشون را تمیز نگه دارند جز کسانی هستند که الله متعال آنها را دوست می‌دارد. یا موارد دیگری که در این زمینه در واقع هست، هر صفتی از صفات الله متعال را که صفات برگزیده الله متعال هستند، اگر کسی متصف به آن صفت باشد و بر مقتضای آن صفت عمل بکند، قطعا الله متعال اون را دوست می‌دارد. الله متعال رحمان و رحیم هست، کسانی را که بر بندگان الله متعال رحم می‌کنند اونها را دوست دارد. هر کسی که اعمال خداپسندانه ای را انجام بدهد محبوب الله متعال می‌شود. این دلالت بر ایمان باطنی و اعمال ظاهری سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دارد که هم اعمال باطنیش و هم اعمال ظاهریش در واقع مطابق با خاص الله و رسول هستند. رجلا یحبه الله و رسول، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، یفتح الله علی یدیه، که الله متعال فتح را به دست اون میسر میگرداند. این جزء پیشین گویی ها و نبوات رسول الله صلی الله علیه و سلم هستد که متحقق شد. یعنی همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بودند، این امر به تحقق پیوست و فتح خیبر به دست سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد. فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها، این جمله هم خیلی زیبا هست که در آن شب مردم دنبال این مسئله بودند، یعنی با هم دیگر بحث می‌کردند که این فرد چه کسی می‌تواند باشد. یدوکون لیلتهم، یعنی شبش با هم دیگر جر و بحث می‌کردند، با هم دیگر حرف می‌زدند، تو این مسئله رو کنکاش می‌کردند که ایهم یعطاها، این فرد چه کسی می‌تونه باشه. دلالت میکند این که در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همه اونها الله و رسول رو دوست داشتن. اینطور نبود که فقط یک نفر خاص، یک نفر مشخص نفر باشه. اگر یک نفر بود خب همه میدونستن یک نفر کی هست. فنانی. اما تزوانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم نبرده بودند، فقط وصفش رو بیان کردن، یک فردی هست که الله و رسول او را دوست دارند، او الله و رسول را دوست دارد و الله و رسول هم او را دوست دارند. و همه منتظر بودند که این فرد من باشم، زیرا که میدونستند که ما واقعا الله و رسول را دوست داریم. به این خاطر با هم دیگر رای زنی میکردند که این فرد چه کسی میتواند باشد، شاید من باشم. بله کاندیدا زیاد بود. تمام اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که با صداقت ایمان آورده بودند و از نظر ظاهری و باطنی پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، منتظر بودند که این فضیلت شامل حال آنها باشه. فلما اسوه غدا على رسول الله صلی الله علیه و سلم كلهم يرجون ان يعطاها، فردا صبح که شد همه رفتند پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، كلهم يرجو ان يعطاها، هر نفر امیدوار بود که من باشم اون شخص. كلهم يرجو ان يعطاها، هر نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر بودند که آن فرد من باشه، زیرا که اخلاص داشتن واقعا از محبتی که با الله و رسول داشتن، این رو بارها و بارها اینو به نمایش گذاشته بودند در جنگ بعد از جنگ احد و در بقیه قضاها، در موارد هجرت. واقعا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین نمونه های محبت با ایشان رو به نمایش گذاشتند. كلهم يرجو ان يعطاها، هر یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و امیدوار بود که پرچم به اون داده بشه به عنوان امیر و فاتح خیبر.
فقال این علی ابن ابی طالب، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند علی کجا هست، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه کجا هست. فخیل هو یشتکی عینه، گفتند که چشم درد دارد و نیومده. یعنی همه اومده بودند، حضرت علی رضی الله تعالی عنه به خاطر اینکه بیمار بود چشمش درد می داشت حضور نداشتند. قال فارسلوا الیه، یک کسی رو بفرستید که بره دنبالش، بره سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو بیاره. فاوتی به، رفتند آوردنش. یعنی وقتی میگه فاوتی به، رفتند آوردنش، یعنی خودش نمیتونست بیاد، یک کسی رفت دستش رو گرفت و آوردش. گویا مثل اینکه چشم دردش خیلی زیاد بوده، شاید هم نمیتونست چشمش رو باز بکنه، چشمش باز نمیشد، یک فردی رفت دستش رو گرفت و آوردش. فبسخ فی عینه، رسول الله صلی الله علیه وسلم آب دهانش رو در چشمای حضرت علی رضی الله تعالی عنه انداختن و دعا له و برش دعا کردن، فبرع حضرت علی رضی الله تعالی عنه شفایت. این یکی دیگر از معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم است. در ابتدای روایت یکی از معجزات هست و یکی از پیشینگویی های رسول الله صلی الله علیه وسلم که تحقق به فتح خیبر، و دومیش شفا دادن چشمه های رسول الله که چشمه سید علی رضی الله تعالی عنه که به برکت آب دهان رسول الله و دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم. فبسخ فی عینه و دعا له، هم آب دهان انداخت و هم دعا کرد، فبرع حضرت علی رضی الله تعالی عنه شفا حاصل کرد. کأن لم یکن به وجع، به اندازی الله تعالی اون را شفا داد و از بیماری رها یافت که گویا که اصلا چشم دردی رو نداشته. فاعطاه الرایه، رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچم را به دست ایشان دادند. فاعطاه الرایه و قال انفذ علی رسلک، راه خودت رو ادامه بده، برو به طرف قلعه های خیبر، حتی تنزل به ساحتم، تا اینکه به نزدیکی آنها اتراق بکنیم، تا محیط اونها و در سرزمین اونها وارد بشید، و وقتی کنجا وارد شدی ثم مدعوهم الى الاسلام، اونها رو دعوت بده به اسلام. یعنی اولین کاری که مجاهدین انجام میدادند رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده در جهاد این بوده که بدون ابلاغ و بدون دعوت حمله بکنه. این قبل از این که حمله صورت بگیره، جنگی دعوت صورت بگیره، دعوت به اسلام بوده. این عملا اونها رو دعوت میدادن به دین اسلام، اگر قبول میکردند یا اگر قبول نمیکردند شرایط بعدیش که جزیه بود، چون که در حکومت اسلامی و در مناطق مسلمانان باید زندگی بکنند باید یک مالیاتی رو جزیه رو پرداخت بکنن، وگرنه هیچ کدوم رو قبول نکردن نهایتش همون بحث جنگ و رویارویی نظامی هست. ثم دعهم الى الاسلام، اونها رو دعوت بده به اسلام، و اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، همون موردی را که در حدیث حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه اومده بود فلیکن اول ما تدعوهم الی شهادت ان لا اله الا الله، در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم با تعبیری دیگر فرمودند که و اخبرهم، به آنها خبر بده، بما یجب علیهم من حق الله تعالی فيه، آنچه که برای الله متعال بر اونها لازم هست، که همون بحث توحید هست که در روایت قبلا نمرس کردیم که توحید یکی از حقوق الله متعال بر بندگان هست. به آنها خبر بده که حق الله متعال بر اونها چه حقی دارد. حقی که الله متعال بر بندگان دارد حق توحید و یکتاپرستی هست، این همان لا اله الا الله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم، که اگر الله متعال یک نفر را هم توسط تو هدایت بدهد این برای تو از شتران سرخ هم ارزشش بیشتر هست. این ارزش و پاداش دعوت یک فردی را که اون منجر به اسلام بشود، این در واقع فضیلتش بسیار بیشتر از این است که فرض کنیم یک کسی در جهاد و در جنگ یک فرد کافری رو از بین ببرد. این که یک فرد کافری توسط تو هدایت پیدا بکند، این ارزشش برای تو بسیار در واقع بیشتر است. این یکی از روایتی هست که در این باب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در واقع ذکر کردند، و از این دوتا روایت شیخ محمد ابن عبدالوهاب 30 نقطه رو در اینجا برداشت کردند، که از میان این 30 نقطه، نقطه 21 هست که فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از دوستان اگر نمایش بدن. الحادیت و العشرون فضیلت علی، فضیلت و برتری سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در این مورد هست که، و یک نوع گواهی و شهادتی از جانب الله و
رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این که حضرت علی رضی الله تعالی عنه الله و رسول را دوست دارند و الله و رسول هم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را دوست دارند و نهایتا الله متعال این فتح خیبر را با دستان قدرتمند سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میسر گردانید. پس بنابراین این روایت دلالت بر این دارد که مهمترین چیزی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مردم رو به آن دعوت میداده حق الله بوده، یعنی همان توحید بوده، یکتاپرستی بوده، و بعد از آن همان مواردی که در روایت حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه اومده. و نقطه جالبی که در اینجا هست این است که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه به عنوان به قول معروف سرکرده و بنیانگذار وهابیت روایتی را آورده که دلالت بر فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دارند. نه تنها دلالت دارد بلکه ایشون تصریح کردند که این روایت دلیلی هست بر فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. امروز این همه تبلیغات کردند که محمد ابن عبدالوهاب و وهابی ها ناسبی هستند، دشمن اهل بیت هستند، اما عملا میبینیم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این کتاب و در کتاب های دیگرشون اقرار دارند به فضایل سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم. آنچه گفته می شود که وهابیت یا محمد ابن عبدالوهاب دشمن اهل بیت هستند، ناسیبی هستند، فضائل اهل بیت را قبول نمی کنند، این یک یاوه هست و این هیچ گونه حقیقت و واقعیتی رو نداره. خیلی ممنون حضرت مولانا. این سوال رو ما انشاءالله از بینندگان عزیزم حتما خواهیم پرسید. عزیزانی که دوست دارن با ما در این برنامه مشارکت کنن، با شماره که براتون نوشته شده میتونید با این شماره تماس بگیرید و با ما در موضوع مردم مشارکت بکنید و به این سوال هم حتما پاسخ خواهید داد انشاءالله، که با وجود ادعاهایی که میشه و تبلیغات زیادی که وهابیت و شیخ محمد ابن عبدالوهاب دشمن اهل بیت هستن، ما میبینیم که در کتاب خود محمد ابن عبدالوهاب که نه از روی تقیه نوشته و نه شمشیری بالای سرش بوده که به زور بنویسه و نه کسی بهش پولی داده بوده که بیاد و برخلاف رأی و باورش بنویسه و این اعتقادش هست دیگه، طبیعتاً اعتقاد محمد بن عبدالوهاب است، این کتاب آمده و روایت رو درباره سیدنا علی رضی الله عنهم ذکر میکنه و تصریح میکنه که این روایت دلالت داره بر فضیلت سیدنا علی رضی الله عنه. اما متاسفانه آنچه که ما میبینیم و این سوال بی پاسخی که همیشه باید پاسخ داده بشه و این سوالی که هنوز پاسخ داده نشده بهش و کسی پاسخ شفافی به او نمیده، که در جامعه شیعه متاسفانه به صورت عموم این تصور رایج هست که وهابیت یا اصلا کلن اهل سنت، خیلی ها با این تعبیر برها ما زندگی کردیم دیگه، در این جامعه ها بودیم و در همین شهر و دیار بزرگ شدیم و میبینیم و دیدیم و شنیدیم و میشنویم و میبینیم که چطور بر منابر در شهری مثل تهران گفته میشه که اهل سنت دشمن اهل بیت هستند و ظلم کردن به اونها و هیچ وقت هم حقیقت رو نمیگن. ما نمیخوایم که دروغ بگه کسی، چرا حقیقت گفته نمیشه و چرا دروغ گفته میشه؟ ما کدوم اهل سنت نسبت به اهل بیت اهانت روا داشته؟ ما انقدر که در بین اهل سنت نام فاطمه داریم نام عایشه نداریم. ما در بین اهل سنت نام علی، حسن و حسین رو به میلیون ها داریم، نمیگم به هزاران، بلکه بین اهل سنت ما میلیون ها نفر نام فاطمه رو دارن از دختران اهل سنت و این ادعا نیست. در عمل ما داریم نشون میدیم و در عمل هم این عزیزان مال ما هستند و اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم هستند. اما متاسفانه آنچه که به ما نسبت داده میشه اهل سنت در رسانه های شیعه، در منابر شیعه خلاف این هست. اولین بیننده برنامه امروز رو میگیریم، صدایشون رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، سلام بر شما، بفرمایید. میتونم من صحبت کنم؟ خودتون رو معرفی کنید اول، بعد ان شاء الله در خدمت شما هستیم. بله من محمود هستم. آقا مسعود؟ بله بله. آقا مسعود، من میتونم این سوال رو از شما بپرسم که به نظر شما آنچه که محمد ابن عبدالوهاب درباره فضیلت علی رضی الله عنه بیان کرد و اعتقادش و محبتش به اهل بیت رو بپذیریم یا آنچه که بر منابر بر علیه ایشون گفته میشه؟ بله، خب من در رابطه با موضوعی که شما فهم و موضوع برنامه‌تون که
که صداتون توحید... واضح نیست، یک مقداری بلندتر صحبت کنید آقا مسعود. بله الان صدام واضحه؟ کمی بهتر شد. بله عرض می‌کردم در رابطه با سوالی که شما فرمودید و موضوع برنامه که اتفاق خیلی مهمی هست، توحید اساس دین. بله در من شما فاقد این مقوله هستید از اساس. فاقد کدوم مقوله؟ آقا مسعود فاقد توحید. کدوم مقوله؟ یعنی اهل سنت اصلا توحید ندارن، کافر هستن، مشرک هستن؟ نه شخص شما، شخص یعنی شما شخص من سلیمانی توحید ندارم. خب دلیلی هم حتما برای این ادعا دارید دیگه. حتما دلیل دارم. مثلا اولین دلیلی که من سلیمانی رو شما برای این مبنا تکفیر کردید، یکی از دلایل تکفیر من رو بگید. نه شما عرض من متوجه نشد. شما فرمودید که آقا مسعود عرض شما فرمودید که شخص شما و اسم گرفتید من و حضرت مولانا رو فاقد این اصل هستید. من تاکید کردم توحید، شما گفتید بله حتما. یعنی چی دیگه؟ تکفیر مگه شاخ و دم داره؟ خب یعنی کسی که توحید نداره چی داره؟ خب غیر از توحید مگر بین توحید و کفر فاصله دیگه هم هست؟ بله بله شما یه دقیقه فقط من فرصت بدید. نه شما جواب سوال منو بدید، شما سخنرانی نکنید. شما منو تکفیر کردید، دلیل تکفیر شما چیست؟ شما تا دلیلتون شما تا این ادعای خودتون رو ثابت نکنید، شما به من تهمت زدید که من توحید ندارم. شما چطور من اجازه بدم حرف دیگری بزنید؟ چون شما همیشه تو برنامه‌هاتون دیگران رو تکفیر می‌کنید. من شما آقا مسعود شما گفتید شخص شما، من سلیمانی، دلیل تکفیر من نزد شما چیست؟ نه شما متوجه منظور من نشدید. من خوب متوجه منظور شما شدم. شما می‌خواید فرار کنید. شما من رو به چه جرمی تکفیر کردید؟ الان شما میگه شما خودتون من... تکفیری هستید، خودتون دارید تکفیر میکنید. تکفیری ما این یا شمایی که شروع کردید با آغاز برنامه ما رو تکفیر کردید؟ تکفیر شما هستید که کل برنامهتون تکفیرش شما آقا مسعود شما مگه نگفتید شما از اساس توحید ندارید؟ خب تکفیر مگه چیه برادر من؟ چرا میپیچونید موضوع رو؟ دلیل شما برای تکفیر ما چیست؟ ما دو نفر، من و حضرت مولانا. بله تکفیر ما فاقد مقوله. خب دلیل شما چیه که ما دو نفر فاقد توحیدیم؟ دلیل بگید قربان. به آن اعتقاد ندارید چون به چی اعتقاد نداریم؟ به توحید. توحید چیه که ما بهش اعتقاد نداریم؟ این توحید شما معرفی کنید اصلا. توحید همون چیزی که دین اسلام بر اساس اون به بشریت عرضه شد. خب مثلا چیه این توحید رو من ندارم؟ الان شما مجمل صحبت نکنید، برید به جزئیات. توحیدی که شما معرفی میکنید کجای این توحید رو من سلیمانی ندارم که بر این مبنا شما میگی توحید نداری؟ بله بر اساس اینکه شما با کفار متحدید و در بلاد کفار من آقا مسعود خواهش میکنم یه لحظه. الان روسیه در سوریه برای شما نمی جنگه؟ به من میگه نه برای کی می جنگه؟ برای عموی من می جنگه؟ ممکنه برای عموی شما بجنگه اما برای ما نمی جنگه. شما اساس کار من تشکر می کنم از شما آقا مسعود. شما ظاهراً جز تکفیر دیگران هیچ دلیلی برای صحبتتون نداره. شما همین الان ما رو متهم به تکفیر می کنید و خودتون داشتید تکفیر می کردید ما رو. از همون اول صحبتتون شروع کردید به تکفیر من و حضرت مولانا و دلیلتون چیه؟ اصلا دلیلی هم ندارید. من همین رو داشتم میگفتم، بینندگان عزیز هم میدونن که شما بدون هیچ دلیلی دارید اهل سنت رو تکفیر میکنید. بیننده بعدی سلام بر شما. الو میتونم صحبت کنم با فارسیرات؟ صدای شما در استودیو در حال پخش است، خودتون معرفی کنید بیننده گرامی. بنده احمد هستم از اهواز. احمد آقا از اهواز، نظر شما درباره آنچه که شیخ محمد ابن عبدالوهاب درباره سیدنا علی و فضایلش ذکر میکنه چیه؟ ما صحبت خود شیخ رو در کتابش قبول بکنیم یا ادعای دیگران رو بر علیه ایشون؟ والله در ناسبی بودن احمد ابن عبدالوهاب یعنی هیچ شکی نیست. احمد ابن عبدالوهاب نیست، محمد ابن عبدالوهاب است.
معال محمد بن عبد الوهاب الى هو شخص ناسبی بوده و ضد اهل بیت دلیل و تکفیر کرده بقیه ادیان و مذاهب دلیل آقا احمد دلیل این که محمد بن عبد الوهاب دشمن اهل بیت بوده دلیل چیست؟ دلیل این که دشمن اهل بیت بوده شما میگید که ایشون دشمن اهل بیت بوده اما در کتابش روایت رو میاره که برای فضیلت سیدنا علی است و از ایشون تعریف و تمجید میکنه و در بقیه تعلیفاتش و دیدیم شما میگید خب ادعا کردن که آسونه الان منم میتونم ادعا بکنم که شما دشمن اهل بیتید این که نشد دلیلتون چیه خب من اگر در چارچوب صحبت من نمیتونم اینجا وقت رو به شما بدم که منبر برید برای من بحث داریم میکنیم شما گفتید ایشون دشمن اهل بیت من از شما دلیل خواستم دلیل دارید بگید وگرنه با شما خودخواهی من اهل منبر نیستم من شخص عادیم ولی دلیل اینه که دلیل عبدالوهاب دلیل دوستان اهل بیت که شیعیان باشن توجه بکنید آقا آقای احمد آقا احمد آقا این شعارها این تبلیغات رو بگذارید جای دیگه شما گفتید محمد ابن عبدالوهاب دشمن اهل بیت دلیل بیارید فلان کتاب اینطوری گفته که این دلیل یعنی اینو میگن دلیل علمی من الان دارم بهتون میگم این دلیل اونطوری است که حتما شما بخواید من دارم بهتون میگم اون دلیلی که شما میخواید شیعیان رو میکشت نه دلیل اینه ممنون از شما تشکر از احمد آقا ممنون از شما اگر بحث علمی دارید در خدمت شما هستیم اگر میخواید اینجا فقط بیایید و منبر برید منبری نیست که حتما شما منبری باشید اصلا کلن عادت مراجع شما همین هست فقط بدون حرف بدون دلیل حرف بزنن فقط یک عده‌ای هم گوش بکنن سر تکون بدن بیننده بعدی سلام بر شما سلام علیکم برنامه امامان وهابی شیعه بفرمایید سلام علیکم خسته نباشید سلامت باشید خودتون رو معرفی میکنید بنده محمود هستم آقا محمود نظر شما درباره آنچه که محمد ابن عبدالوهاب درباره فضایل سیدنا علی مطرح کرد و ادعای مخالفین ایشون چی هست؟ حرف کدوم رو باور کنید؟ ممنون از شما جواب این بیننده شما رو تکفیر کرد این خودش برد نیست که نمازشو بخون محمد ابن عبدالوهاب نفیده و نفت بسته و گوش بسته هر بر هر چی بسته اینا میده بسته ایسی از ماه بسته واقعا منطقه کشور ما ایران از علمی همه یعنی هیچ کتاب از قرآن هیچ نیست نمیخونم فقط با یه میگم مال ماه نه قرآن نه نماز نه سر حسینی ها یعنی واقعا ما سر حسینی هاشون میریم مثل نگاه فقط بلندگو میکنم با همون اذان آقا محمود من پیام شما رسید تشکر میکنم چون صدای شما کیفیت صدای رسیده به ما مقداری پایین هست و قطع و وصل میشه من ممنون از لطف شما و از بیانات شما تشکر میکنم از آقا محمود بیننده بعدی رو میگیریم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم السلام سلامت باشید خودتون رو معرفی میکنید من رضا هستم از ایران آقا رضا از ایران نظر شما چیست آقا رضا؟ صحبت محمد ابن عبدالوهاب رو در بیان فضایل سیدنا علی رضی الله عنه بپذیریم یا نظر مخالفین ایشون رو؟ ببخشید من میخوام با مدرک بگم که شما توحید ندارید. اجازه میدید من با مدرک بگم؟ اگر مدرکی که قابل پسند باشه چرا نه؟ من سلیمانی بسم الله خطاب شما بگید ثابت بکنید که چرا من توحید ندارم و مسلمان نیست. بله کسی که عقیده به شابمک داره عقیده به چی؟ نظر علمای اهل سنت کسی که عقیده به چی داره؟ نظر به همون روایت شابمک حالا من اینجوری میخونم
اگه به این عقیده داشته باشید از نظر علمای اهل سنت کافره و شما پیروی از ابن تیمیه میکنید که چنین عقیده‌ای داشته. حالا شما اگه ببخشید یک لحظه، شما میشه از شما بپرسم آقا رضا، میشه از شما بپرسم که توحید رو تعریف بکنید یعنی چی؟ ببخشید شما جواب بنده رو بدید. حضرت مولانا پاسخ شما رو خواهند داد. من فقط سوال دارم، میخوام ببینم شما که میخواید ایمان من رو در میزان ترازو بگذارید بسنجید، آیا خودتون معنای توحید رو میدونید؟ بله، اگه نمیدونستم که الان با شما تماس نمیگرفتم. خب بفهمید برای ما بینندگان، بفهمید برای ما بینندگان تا شبهه باقی نمونه که شک بکنیم در اینکه شما فهمیدید معنای توحید رو یا نه. بله، اولا توحید شناخت الله که شما شناخت ندارید. آها، یعنی ما الله رو نشناختیم. شما شناختید؟ شما شناختید؟ ببینید بنده دارم با مدرک به شما صحبت میکنم. منم با مدرک با شما صحبت میکنم. شما منو متهم میکنید که الله رو نشناختم. خب شما شناختید، بگید کجا نشناختم مثلا. خب الله متعال مثلا من یه سوال دارم. الله متعال میفهمد من عالم الغیب فقط الله تعالی است. الله متعال میفهمد عالم الغیب فقط خودش هست. شما میگید تمام انبیا و امام هم غیب میدونن. شما بهتر از من شناختید الله تعالی رو. ببین ما میگیم خداوند جسم نیست. شما بگید عالم الغیب هست یا نیست؟ فقط عالم الغیب الله هست یا نیست؟ اجازه بدید ما میگیم خداوند جسم نیست. شما سوال شما دریافت شد آقا رضا. آقا رضا سوال شما رو حضرت مولانا در این باب صحبت خواهند کرد. با آنچه که شما کپی پیست کردید از جای دیگه و حتی در تلفظش هم اون روایت رو به روایت خودتون میخونید، این سوال من دریافت کردم، پاسخ میدن حضرت مولانا. الان سوال منو شما دریافت پاسخ بدید، چون شما دیگه نیستید رو خط که پاسخ بدید، اما حضرت مولانا هستن پاسخ شما رو میدن. الله متعال میفهمد فقط در آسمان و زمین منم که غیب میدونم، غیر از من هیچ کسی غیب مطلق نمیدونه. شما میگید امامان هم میدانند. بله، ببین قرآن سوره 26 و 27 جن، من آیه 65 عنکبوت رو آیه 65 نمل رو برای شما میخونم. من آیه 65 نمل رو میخونم. الله متعال میفهمد قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، به جز الله هیچ کسی در آسمان و زمین غیب نمیدونه. پاسختون چیست؟ جناب اجازه میدی؟ اجازه من هر چی که شما بگید حفظم. همه آن چی که شما استناد میکنی از آیات قرآن با شماره آیه و صفحه حفظم. میدونم چی میخواید بگید. این رو جواب بدید. خب حالا شما جواب این که بعد شما ممنون از شما حضرت مولانا پاسخ شما رو خواهند داد. تشکر میکنم از شما. ممنونم از آقا رضا. بیننده بعدی سلام علیکم. سلام بر شما. سلام علیکم. سلام بر شما. ببخشید شما از بیننده قبلیتون مدرک می‌خواستید برای اینکه کجا خودتون رو معرفی می‌کنید؟ من علیم. علیه؟ علی هستم. بله. فامیلی ندارید؟ فامیلی ندارید آقای شریفی؟ چرا فامیلم دارم. من چرا از اینکه چرا که بیان بکنید شریفی هستی شرم دارید؟ نه شرم ندارم، من مثل محمد انصاری نیستم بترسم بگم من پسر عموی مجیب الرحمانم که تکفیرش کردم. اجازه بدید سوال بپرسم آقای سلیمانی. آقای شریف، شما گفتید میخوام آقای شریف شما گفتید مدرک میخوام برای توحید ندارید دیگه، اجازه بدید آقای شریف بفرمایید. شما مدرک بیارید که من سلیمانی موحد نیستم و کافرم. بسم الله. برای شخص من شما آمدید برای دفاع آمدید برای دفاع از اون برادر اولی. ایشون اومد منو تکفیر کرد. شما چقدر هولید. ایشون منو تکفیر کرد. آقا میخوام جوابتونو بدم. ایشون منو تکفیر کرد. الان بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که حدیثی که محمد ابن عبدالوهاب درباره فضایل سیدنا علی آورده دلالت میکنه که این شخص دوستدار سیدنا علی است و شما آمدید. آقا فرار نکن از موضوع. بحث توحید شما سوال سواله. شما این سوال رو شما توحید داری فرار نکن. شما اگر این ادعای توحید داری فرار نکن. این تکرارتون رو شما رو تکرار گذاشتن چرا؟ آقای شریفی
آقای شریف، به خاطر اینکه شما رو تکراری داری میترسی، به خاطر اینکه میترسی من حرف بزنم. دلیل بیار، شما دلیل بیار، شما دلیل تکفیر من. بسم الله، بسم الله، بسم الله. یکم آب خنک بخور آقای شریف. آقای شریف، دلیل من اینه، دلیل رو جواب بدم. قطع نکن، قطع نکن. شما چه هولی، یک لحظه صبر کن آقای شریفی، چه هولی. بسم الله، بسم الله. چرا نمیذاری حرف بزنم؟ خیلی خوبه، میخوام بگم دیگه، بذار حرف بزنم. دلیل اینه که شما توحید ندارید چون شما عقیده به شعب الامرد دارید. علمای هر خب این رو که آقای شریفی، آقای شریفی، چشم، این سوال شما مطرح شد. آقای شریفی، بیننده قبل از شما، آقا رضا قبل از شما این سوال رو مطرح کرد. آقا رضا، آقای شریفی، برادر من. خب جواب بده، الان شما جواب بده. الان جواب میدن، حضرت مولانا جواب میدن. بفرمایید. جناب مولانا جواب میدن. تموم شد. من توحید تو رو میگم. من توحید تو رو میخوام. آقای قبول ندارید. مولانا به جای خودت خودت. آقای شریفی. قبول داری یا نداری؟ من هیچ وقت اعتقاد به جسم. خب جواب میدم یا نه؟ من اعتقاد به جسم من جواب بدم یا نمیذارید؟ من هیچ وقت اعتقاد به جسمانیت الله متعال نداشتم و ندارم. تموم شد. خب حالا شما سوال جواب منو بده. شما جواب من جواب منو بدید شما. اعتقاد به شعب الامر جواب سوال منو بدید شما. اعتقاد آقای شریفی، اعتقاد با شعب الامر داری یا نداری؟ آقای شریفی، این سوال، این سوال رو، این سوال، اعتقاد به شعب الامر داری یا نداری؟ اینو حضرت مولانا پاسخ شعب الامر داری یا نداری؟ ممنونم از آقای شریفی. توحید شما رو میخوام، توحید شما رو میخوام. جواب بده، فرا نکن. آقای شریفی، من اعتقادم رو نسبت به الله متعال واضح و آشکار گفتم. فرا نکن. شما اعتقاد به شعب الامر داری یا نداری؟ جواب سوال منو، من جواب سوال شما رو دادم. شما جواب سوال منو چرا میترسی جواب بدی؟ چرا میترسی بگی که امام، چرا میترسی بگی محمد ابن عبدالوهاب دوستدار اهل بیت است؟ بگو اعتقاد چرا میترسی؟ آقای شریفی، آقای شریفی، چرا میترسی حقیقت رو به مردم بگی که محمد ابن عبدالوهابی که شما و مراجع شما یک عمر دشمن اهل بیت بیان کردید، این دوستدار اهل بیت است؟ چرا میترسید بگید که فرزندانش رو به اسم اهل بیت نامگذاری کرده؟ چرا میترسید؟ چرا میترسی بگی اهل سنت دوستدار اهل بیتن؟ چرا جرئت نمیکنی جواب بدی؟ من جواب شما رو کامل و واضح گفتم، عقیده خودم رو. شما جواب من رو بدید. اگر جرئت دارید، اگر توحید داری، بگو اعتقاد به شعب الامر ندارم. تشکر میکنم از شما، تشکر میکنم از شما آقای شریفی. آقای شریفی، شخصیت شما برای همه بینندگان ما و برای همه آشنا هست و شناخته شده هست و حتی استادت و حتی اساتید استادت. ما مکارم شیرازی شما 7 ماهه که تو پاسخ به نامه ما مونده. شما که دیگه جز شاگرداش هم حساب نمیشه. شما رو خود شبکه ولایت هم به عنوان سیمکش بیشتر قبول نداره. الان شما چرا پاسخ منو نمیدی؟ چرا میترسی؟ چرا میترسید حقیقت رو بگید که محمد ابن عبدالوهاب و آنچه که شما میگید وهابیت و همه اهل سنت دوستان اهل بیتن؟ چرا میترسید؟ چرا این حقیقت رو نمیگید؟ چرا از پاسخ به این سوال شما تفریح میدید؟ من سوال شما رو پاسخ دادم. اعتقاد من اینه. شما نمیتونید نظر دیگران رو بر من به زور تحمیل بکنید. این اعتقاد منه. من اعتقادم رو گفتم. شما چرا جواب ندادید پاسخ من رو نمیدید و فرار میکنید؟ مشخصه که کی فرار میکنه از پاسخ به سوال. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. سلام بیننده عزیز. بیننده گرامی، سلام بر شما. بیننده بعدی، ایشون رو خط نیستن ظاهرا. سلام بر شما، بفرمایید. الو، سلام بر شما، خودتون معرفی میکنید؟ عارف مجدوفان. آقای عارف، عارف از جواد. آقا عارف، نظر شما درباره صحبت محمد ابن عبدالوهاب در بیان فضایل سیدنا علی چیست؟ عارف، ببخشید دوباره سوال مطرح کنید. عرض کردم شما بیننده برنامه ما بودید؟ بله بله. روایت رو محمد ابن عبدالوهاب درباره فضایل سیدنا علی بیان کرد که دلالت میکنه ایشون از دوستداران و محبین اهل بیت است. محمد ابن عبدالوهاب رو میگم، و آنچه که مخالفین ایشون میگن درسته. که دشمن اهل بیت است. حالا ما صحبت خود شخص رو قبول کنیم یا دشمنانش رو؟ آقا عارف، نه، ما خود شخص رو قبول میکنیم. بله، یعنی شما محمد ابن عبدالوهاب رو دشمن اهل بیت نمیدانید؟ من نه فقط محمد ابن عبدالوهاب، هر کسی که موحد باشه اگر خدا رو مستقیما عبادت بکنه
دشمن اهل بیت نمیدونن. غیر ممکن، چون اهل بیت موحد بودن، خدا را مستقیما عبادت میکردن. اگه شخص موحد، شخصیتی که بودت موحد بوده، پاسندها که معینه اهل بیت دشمنی داره، حتما یا اهل بیت دینش ناقصه یا همون شخص فناقض میشه. اینطور به نظر شما شخص محمد عبدالوهاب صفاتش علیزم، به نظر شما چرا این افراد مثل شریفی از پاسخ به این سوال که محمد ابن عبدالوهاب دوستدار اهل بیت بوده و یا نه فرار میکنن، چرا جرأت نمیکنن حقایق را مطرح بکنن؟ والا اینا چی بهت بگم نمیدونم. اینا فکر نکنم از روی دین و از روی حقیقت و از روی باور دینی و با قلب سلیم اومدن صحبت بکنن. چرا انسان ناراحته؟ چرا انسان داره با غضب صحبت بکنه، با ناراحتی، با کینه؟ آدم یه حرفی میزنه یه حرفی میشنوه، ناراحتی نداره. آن شاید خب از این میترسن که کیک و ساندیز قطع بشه. با دلیل برهان مردم هم میبینن. ممنونم از شما آقا عارف از اهواز، تشکر میکنیم. ممنون از شما و حضرت مولانا اجازه میدید تماس دیگه هم داشته باشیم یا اگر وقت اجازه نمیده. آخرین تماس برنامه امروز رو هم میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، سلام بر شما. برنامه امامان وهابی شیعه بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، خودتون رو معرفی میکنید؟ عبدالله هستم از آذربایجان. آقا عبدالله سلام بر شما، در خدمت شما هستیم. نظر شما درباره آنچه گذشت چیست؟ نظر بفرمایید. اینا اونایی که میان وقت میبینن اینا چون عقیده ندارن، به قول فرمان خودتون اینا که بزرگشون جرأت بیاد جواب بده، این نوع چهار که میان چی میخوان؟ چیزی ندارن در چند تاشون. مزفر می فقط اینا بهشون گفتن آه بری وقت بیدیم نظر شبکه سپیش طبی با بینندگان خودش صحبت بکنه. مزفر می من وگرنه به خدا نه مسلمونن، نه هیچی بلدن، نه هیچی دستان دارن، نه زمانی که اینا که آدم من نمیدیم چی بگه 80% اینا بچه مطه هستن، شما با اینا میخوایی چکار کنید؟ ممنون از شما. تشکر میکنم از شما. ممنونم از شما قبل از آذربایجان و تشکر از ایشون و همه بینندگانی که پشت خط ماندن و نتونستیم صدای اونها رو داشته باشیم. برمیگردیم خدمت حضرت مولانا. حضرت مولانا در بین صحبت ها باید یک صحبت بکنم، اگر صحبتی و تعلیقی دارید درباره آنچه که بیان شد. اشاره بکنم دوباره به مطلبی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بیان فرمودن. هر انسان عاقلی واقعا عقیده هر انسانی را از کلام خودش، گفتار خودش و نوشتار خودش باید دریافت بکنه. آنچه که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در کتاب توحید در روایاتی رو که در این باب آوردن، مسائلی رو که از این استنباط کردن، به فرموده شما که تیغی بالا سرش نبوده و کیک و ساندیس هم جلوش نگذاشتند که اگر اینو بنویسید و کیک و ساندیس بهت میدیم، عقیده خودش بوده، اینو نوشته و امروز هم عقیده مسلم تمام شاگردان محمد ابن عبدالوهاب هست. نه تنها شاگردان محمد ابن عبدالوهاب، کتاب التوحید محمد ابن عبدالوهاب عقیده تمام ائمه اربعه اهل سنت والجماعت است، هیچ گونه تفاوتی رو نداره. نه تنها ائمه بزرگوار اهل سنت والجماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، بلکه عقیده سیدنا علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، جعفر و تمام بزرگواران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه متبع و پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و در این باب هم در ضمن این که می‌خواستند که اصل توحید رو معرفی بکنند، اهمیت توحید و جایگاه لا اله الا الله رو معرفی بکنند، از یک روایتی استدلال کردند که در مورد فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است.
نه تنها نیومدند کتمان نکردند این روایت رو، بلکه بعد از روایت در استنباط ها و مسائلی که استدلال کرده تصریح فرمودند که این روایت یکی از نقطه هایش دلالت بر فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. و خود محمد ابن عبدالوهاب نه تنها که فضیلت علی رضی الله تعالی عنه را قبول داشتند، بلکه اضافه بر این یکی از فرزندانش را به نام علی هم نامگذاری کردند. روایت رو آوردن، دوستانم قبلا که دیدید مشاهده کردید، بازم این روایت هست در کتاب توحید باب چهارم این کتاب و صفحه 58 هست و این روایت هست: لهما عن سعد بن سعد سهل بن سعد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یوم خیبر لا اعطین الرایه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. این روایتی هست که سیدنا علی در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در مسائلی که استنباط کردن، مسئله 19 هم این بوده: التاسعه عشر قوله لا اعطین الرایه الى آخر، علم من اعلام النبوه، این یکی از نشانه های نبوت است، پیشینگویی های رسول الله صلی الله علیه و سلم. نقطه 20 تفله فی عینیه، علم من اعلامها ایضا، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در چشم سیدنا علی آب دهان انداختن، اینم یکی از نشانه های نبوت هست و یکی از معجزاتشون هست. و نقطه 21 21 فضیلت علی رضی الله عنه، دلالت دارد بر فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. شیخ محمد ابن عبدالوهاب سرکرده وهابیت امام ناسبی ها به قول آقایون اومده فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را بیان کردند، قبول کردند، فرزندشون هم به نام علی نامگذاری کردند و هیچ پاسخی هم امثال شریفی ندارند که چرا ایشون اومدن فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را بیان کردند و پذیرفتند. یک فرد ناسبی به هیچ عنوان نمیاد روایتی رو که در آن بوی فضیلتی باشه برای سیدنا علی اونو نقلش بکنه و اضافه بر آن بیاد تشریح بکنه و دست بر این نقطه بگذاره که این روایت دلالت بر فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دارد. و این موردی هست که ما میخواییم که این واقعیت ها برای مردم واضح و آشکار بشه. آنچه که تا حالا گفته شده که محمد ابن عبدالوهاب دشمن اهل بیت رسول الله هست، ناسبی هست و توحید نداره، دیگران رو تکفیر کرده، مخالف اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، نه میبینیم که عقیدهش باورش دقیقا یکی هست با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و ایشون از ته قلبشون محب و دوستدار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. فضائل اهل بیت رو در کتابای خودشون آوردند، نوشتند، استنباط کردند و برای همه بیان کردند که جای هیچ گونه ابهامی وجود نداره و در هیچ جای شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اهانتی رو روا نداشتند، بلکه تصریح کردند که محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جزء ایمان ما هست و عقیده ما اهل سنت و جماعت عموما هم همین هست. همین عقیده محمد ابن عبدالوهاب در مورد اهل بیت و در مورد فضیلت سیدنا علی و در مورد توحید عقیده تمام ائمه بزرگوار اهل سنت و جماعت، امام ابو حنیفه و بقیه ائمه بزرگوار رحمت الله علیهم هم هست، که آقایون از واضح شدن این مطالب در واقع ابا دارند و میترسند و این است که میشه تفره میروند و نمیخواهند که جوابگو باشند. اما در مورد بحث جسمانیت الله متعال، نه محمد ابن عبدالوهاب نه ابن تیمیه هیچ کدام معتقد بر این که الله متعال جسم هست، شبیه انسان هست، معتقد نبودند. بلکه ما روایاتی رو داریم، نقل قولی رو داریم از بزرگان و از ائمه خودمون، از شاگردان امام بخاری رحمت الله علیه، کسانی رو که معتقد به جسمانیت الله متعال باشند اونها رو کافر میدونستند. کسی بگه که الله متعال جسم هست، جسم یعنی چی؟ یعنی این که شبیه به انسان باشه، ما معتقد هستیم چنین کردی کافر هست. به هیچ عنوان هیچ کدام از ائمه بزرگوار اهل سنت و جماعت اهل تجسیم نبودند. و وقتی که ما میگوییم که اهل سنت و جماعت، یعنی این که مجسمه از دایره اهل سنت و جماعت خارجند، نه تنها از دایره اهل سنت و جماعت، حتی از دایره اسلام هم خارجند. اگر کسی معتقد باشه که الله متعال جسم هست
یا شبیه به انسان ها هست یا شبیه به فلان مخلوق هست، این در واقع یک نوع کفر هست و اهل سنت و جماعت و در رأسشون بیشتر از همه شیخ محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این قضیه رو بیان فرمودن. و من هم در مورد بحث جسمانیت الله متعال برنامه مفصلی رو داشتیم، اقوال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه رو به صورت مفصل از کتاب مجموع الفتاوا من آوردم در اینجا بیان کردم. عقیده اهل سنت و جماعت در مورد اسماء و صفاتی که ما به الله متعال نسبت می دهیم، اینو بارها آوردم از کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه و شیخ محمد ابن عبدالوهاب، این است که هر نامی که در قرآن اومده و نسبت داده شده به الله، یعنی الله متعال خود را به یک نامی نامگذاری کرده و در قرآن بیان فرموده، و یا هر نامی را و صفتی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایات صحیح برای الله متعال ذکر کردن، ما اینو قبول داریم در باب اسماء و صفات الله متعال. از جانب خودمون با عقل خودمون با پیش داوری خودمون با منطق خودمون چیزی رو نه برای الله متعال اثبات میکنیم و نه چیزی رو نفی میکنیم. هر چیزی رو که الله اثبات کرده برای خودش ما اون رو اثبات میکنیم، هر چیزی رو که الله متعال از خودش نفی کرده ما اون رو از الله متعال نفی میکنیم، و چیزی رو که اثبات یا نفی نکرده ما هم اثبات و نفی نمیکنیم. این اصل اهل سنت و جماعت است که ده ها مورد و صدا مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتابه خودش این اصل رو بیان فرموده. الان بحث جسمانیت الله متعال، آیا بحث جسمانیت الله متعال در قرآن اومده؟ در حدیث آمده؟ نه آمده. که الله جسم هست یا الله جسم نیست. شیخ محمد ابن عبدالوهاب و قبل از آن شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمودند که اساساً کار بردن این گونه الفاظ برای الله متعال چه از جهت اثباتش یا نفیش این بدعت هست، زیرا که نیست، اصلا جز اصطلاحات شرعی نیستند، جز اصطلاحاتی نیستند که الله و رسول برای الله متعال استفاده کرده باشند. پس بنابراین استفاده این الفاظ موهوم و دو پهلو برای الله متعال بدعت است. این عقیده شیخ ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب است. خب الان الله متعال جسم هست، سوال میکنیم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این سوال میکنه که شما، من اینو بارها نشون دادم در این برنامه منه، که هر کسی که بگه الله متعال جسم هست، ما سوال میکنیم که منظور چی است که الله جسم است؟ آیا منظورت اینه که جسم است مثل جسم انسان، نیازی به ابعاد مشخص داره و به اصطلاح نیازی به مکان داره و شبیه به انسان ها هست؟ اگر بگه منظورم این هست، ما میگیم نه، چون این چیزی رو ما نفی میکنیم از الله متعال. الله متعال شبیه به انسان ها نیست، لیس که مثلی هی شیعون، الله متعال هیچ مثل و مانندی رو نداره. اما اگر منظورت از این که الله متعال جسم هست، یعنی موجود هست، اگر کسی بگه که الله جسم هست، منظور این بوده که یعنی الله متعال یک ذاتی داره، یک وجود خارجی داره، خب ما میگیم الله متعال که هست، الله متعال حی هست، قیوم هست، موجود هست، اینو ما قبول داریم. اما کار بردن لفظ جسم برای الله متعال این جزء بدعات هست. یعنی نه در قرآن اومده و نه در سنت اومده و نه در کلام اصحاب رسول الله و ائمه اومده. این سوال شما از آقای ابرقاسمی همین بود که بازم تا حالا جواب ندادن، حاشیه ساز شد برای کانالش و دوستانش، پرسیدید هنوزم جواب ندادن، هنوز جواب ندادن. زیرا اگر بخواند واقعا علمی مطرح بکنند، علمی بحث بکنند و دقیق باشند روی الفاظ، روی مفاهیم، دقیقاً می‌بینند که نظر شیخ محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه هیچ گونه تضادی با آیات قرآن و با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. اومدن ائمه شیعه جسمانیت رو نفی کردن، اون جسمانیتی رو که ائمه شیعه نفی کردن ما هم نفی میکنیم. یعنی این که الله متعال جسم به این معنی که شبیه اجسام باشه ما میگیم نیست. اما اگر منظور شما از نفی جسمانیت نفی الله هست، نفی وجود الله هست، خب هیچ انسان عاقلی بازم چنین چیزی رو قبول نمیکنه. ما در هیچ جا نگفتیم که الله متعال جسم هست که به ما میگن شما معتقد هستید که الله جسم است. خب کجا ما گفتیم که الله متعال جسم هست که الان شما بر ما الزام بدهید که شما توحید ندارید چون که معتقد هستید که الله متعال جسم است؟ در هیچ جا محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه هم نگفتند که الله متعال جسم است. از کسانی که اهل بدعت هستند جسم رو برای الله متعال ثابت کردند، گفتند که نفیش کردند اینو. برای کسانی که به بهانه جسمیت اومدند وجود الله متعال رو انکار کردند، در مقابل اینا هم ایستادند.
و این کاملا یک منهج و یک روش علمی هست. اگر کسی بخواد که حق رو قبول بکنه، فکر کنم که این توضیحات و توضیحاتی که شیخ اسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد جسمانیت داده کاملا واضح و آشکار است. آیا این که شما معتقد به شاه امرت هستی، به هیچ عنوان هیچ کدام از ائمه اهل سنت و الجماعت، حتی ابن تیمیه رحمت الله علیه در هیچ جا از کتاباش نگفتند که ان الله شاب امردون، چون این چیزی رو نداره که معتقد باشند که الله شاب امرت هست. اساسا ابن تیمیه رحمت الله علیه هیچ گونه شباهتی رو در میان الله و مخلوق نمیپذیره. کسی که اصلش این است که لیس کمثله شیئون، که هیچ چیزی مثل انسان، مثل الله متعال نیست، چگونه میخواد بیاد بگه که الله مثل یک شاب امرد هست؟ تضاد داره با عقیده شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، با عقیده اهل سنت و الجماعت. این که الله متعال را شاب امرد بخوانیم، یا اونگونه که در روایت شیعه اومده که بر روی شتر سوار میشه، روز عرفه میاد در میدان عرفات و به اصطلاح ران پاش با مردم برخورد میکنه، یا بر روی یک مسائلی که برای اینا رو نشون دادیم، اگر میخواد بحث علمی بکنید، خب بیاید کجای کتابهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اومده که پروردگار من شاب امرد هست، یا کجا گفته که پروردگار من شبیه به انسانها هست، شبیه به فرشتگان هست، شبیه به فلان موجودات. اصلا هیچ گونه شباهتی رو ابن تیمیه در میان الله و مخلوق اساسا نمیپذیرد. این جزء اصول اعتقادیش هست. کسی که جزء اصول اعتقادش این باشه، چگونه میاد قبول بکنه که الله متعال شاب امرد است؟ خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامع شما. این هم آقای شریفی که انقدر شما هیجان داشتید و به تکرار رفته بودی، این پاسخ شما. حالا شما مرد شو، جرأت کن، شرف به خرج بده و اون مسمای فامیلیت که شریفی نوشتی، ثابت کن که آدم شریفی هستی و بیا و پاسخ بده به سوالی که من ازت پرسیدم، که این صحبت شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو درباره فضایل سیدنا علی چی پاسخ میدی؟ و مهمتر از این، شما برو کمک بکن به استادت و مرجع تقلیدت آیت الله مکارم شیرازی که 7 ماه در این سوال ما مونده و پاسخ نداره، که تفاوت عقیده محمد ابن عبدالوهاب و امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام که امامان ما هستند و شما روافض هیچ نسبتی به اونها ندارید، ثابت بکنید. چون امامان ما هستن، شما هرگز نمیتونید ثابت بکنید که عقیده ما و محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه و ائمه بزرگوار اهل سنت و امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام که امامان اهل سنت هستن، تفاوتی داره. چون همه ما سرمنشه ما یکیست، اون کتاب و سنت صحیح رسول صلی الله علیه وسلم. حضرت مانو صحبت آخر شما. ایشون یک زمانی وکیل مدافع آقای قزوینی بودند، از طرف ایشون ماموریت داشتند که بیان دفاع بکنن در مورد دروغهایی که گفته بودند. الان شاید احتمالاً هم جناب آیت الله ناصر مکارم هم بیشون نیابت بدند. اگر این گونه باشه مشکلی نیست، ایشون یک ورقی در یک برگه آچار جواب سوالی رو که ما از آیت الله مکارم شیرازی پرسیدیم، اگر ایشون هم بدند باز ابایی نداریم. از هر کسی که به عنوان نماینده جناب آقای مکارم شیرازی باشه، ما جواب سوال رو انشاءالله قبول خواهیم. البته بعید میدونم حضرت مانا، چون آیتون مکارم شیرازی گفته بود که اگه یک بار از این بیادبیای دیگه بکنه شبکه ولایت، اصلا کلا من کمکم از این شبکه برای ابد قطع میکنم. بعید میدونم حالا راضی بشه بهشون نیابت بده. حالا ولی اگر داد هم شاید شما رو انقدر وزن بده به شما که ارزش قائل بشه که شما صحبت بکنی. آقای قزوینی که پشیمون شد از نیابتی که به شما داده بود، و ببینیم دیگه حالا تا چه میشه. ما منتظر پاسخ هستیم همچنان. هر کسی که مستقیم خودش جواب بده از این مراجعی که نام فرستاده شد، یا مؤلفین تفسیر نمونه که مال آقای مکارم شیرازی به نام ایشون چاپ شده، و یا شما با نیابت رسمی از ایشون. حضرت مانو صحبت پایین. عرض دیگه ندارم، فقط این برای من جای تعجب هست که ما در هر موردی که یکی از این ابواب کتاب رو بررسی میکنیم و هر جلسه و هر برنامه یک موضوع مشخصی رو داره، هیچ وقت نیومدن آقای شریفی و امثال شریفی در مورد سؤالی که ما مطرح میکنیم، موضوع برنامه هست، در این مورد اظهار نظر بکنند. هر وقتی هم که زنگ بزنند این آقایانی که
نمیدونم شاید طبیعت ساندیس اینجوری باشه که وقتی ازشون سوال بکنی میرن سراغ یک مسئله دیگر. هر مسئله یک برنامه دیگری داره. بله. من امیدوار هستم که مردم شریف و بزرگوار ما آن چیزی را که واقعیت هست از کلام، از خلال کلام خود محمد ابن عبدالوهاب و خود شیخ الاسلام ابن تیمیه که ما بارها کلامشون رو اینجا اومدیم و بررسی کردیم، ما هیچ گونه تعصبی بر روی افراد نداریم. اگر ابن تیمیه اشتباه کرده باشه ما میگیم اشتباه کرده، حرفش رو ما قبول نداریم. اگر حرفی مطابق با حق زده باشه، مطابق با قرآن و حدیث باشه، خب ما قبول داریم، میگیم عقیده تمام اهل سنت و جماعت است. مبنای ما همون گفته امام مالک رحمت الله علیه است: کل یؤخذ من قولی و یرد الا صاحب هذا القبر. غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که دیگه‌ای که باشه ما کلامش را بر معیار و با میزان قرآن و سنت میسنجیم. اگر موافق بود به سر و چشم، موافق نبود این حرفش مربوط به خودش است و هیچ ارتباطی به ما نداره و ما هیچ کسی معصوم در این زمینه نمیدانیم. منتها معصوم نبودن به این معنی نیست که هر کسی اتهام بزند و دروغ بردازی بکند، شایعه پراکنی بکند علیه ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب، ما این شایعات را قبول بکنیم. واقعیت و حقیقت اعتقاد هر فردی رو انسان باید از کلام خودش و از نوشته های خودش باید دریافت بکنه و این منهج و روش علمی هست که رو ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم، صرفا برای اینکه حقیقت واضح بشه، نه به خاطر دفاع از محمد ابن عبدالوهاب هست و نه به خاطر دفاع از ابن تیمیه، بلکه صرفاً برای بیان حقایقی هست که عقیده تمام اهل سنت و جماعت است. خیلی ممنونم حضرت و اطلاع، تشکر از شما و تشکر همچنین از همه بینندگان عزیزی که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. همچنان بعد از گذشت هفت ماه، بیش از هفت ماه، هفت و نیم ماه شده حدوداً از ارسال نامه ما به آیات عظام و مراجع تقلید شیعه که پاسخ بدن تا تفاوت بین اعتقاد شیخ محمد ابن عبدالوهاب و امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام در چیست، بی پاسخ مانده نامه ما و باز هم این درخواست رو تکرار میکنیم که الیس منکم رجلون رشید، یک مردم بین شما پیدا نمیشه. این همه شعار و دعوت و دروغ و تدلیس و انحراف و تفرقه و اختلاف انداختن بین امت به بهانه دشمنی با اهل بیت و متهم کردن اهل سنت به دشمنان اهل بیت، آیا یک مرد پیدا نمیشه تا این شهامت رو داشته باشه و اعتراف بکنه به دروغهایی که گفتن و بترسه از عاقبت و قیامت خودش؟ البته اگر ایمانی به قیامت در وجود این افراد باشه. تشکرم از همه شما عزیزان. تو برنامه بعد همه شما خوبان بالا همتون می سپارم. الله یار و نگهدار شما.